اخیراً قالیباف گفته که بیش از هر زمانی به امید در جامعه نیاز داریم. پزشکیان هم به مجلس ارتجاع رفت و توصیه کرد که دعوا نکنیم. ولی خب مقصودشون از این حرفا چیه و چرا در حالی که همه مدعی حمایت از وفاق مورد ادعای پزشکیان هستند باز این چیزا مطرح میشه؟ همراه هستیم با آقای عزیز پاکنژاد، عضو شورای ملی مقاومت، تا نگاهی داشته باشیم به همین موضوع. سلام میکنیم به شما آقای پاکنژاد، تشکر میکنیم از حضورتون در برنامه. منم خدمت شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی سلام عرض میکنم. آقای پاکنژاد، بحثمون از صحبت پاسدار قالیباف هست. چرا اینقدر قالیباف احساس نیاز به امید میکنه؟ ببینید، قالیباف و همه باندهای رقیب میدونن که وضع خرابی دارن و با ترکیب جدیدی هم که در حاکمیت آخوندی درست شده با این پزشکیان چیزی عوض نشده و قاعدتا هم نمیشه و هیچ امیدی به بهبود وضعیت نظام وجود نداره، راه حلی هم ندارن. این کلیت بعضی است. مردم همونهایی هستن که در قیام‌های 96 و 98 و 401 به کل باندهای رژیم پشت کردن و در نمایشات انتخاباتی اخیر از مجلس گرفته تا ریاست جمهوری هم یه بار دیگه نشون دادن که مستقلن تلاش میکنن که مجموعه نظام رو به زیر بکشن. اختلافات، تضادهای حل نشدنی باندهای درونی، چه غالبش چه مغلوبش، اینا سر جای خودشون باقیه و هر لحظه میتونه زبانه بکشه. این گزارشی هم که نشون دادید معلوم نیست این که پزشکی رو خطاب به کی داره این حرفا رو میزنه. یه چیزایی رو میگه باید اینجوری باشه بعد اونجوری باشه، میگه که معلوم نیست با کی صحبت میکنه. بنابراین ولی فقیه تنها راه حل این بانداست که تونسته اونا رو موقتا با ترس از آینده تیره و تار رژیم کنترل بکنه و تنها راه حل سرپا موندن موقت این نظام. ولی اون هم خودش در بن‌بست و بیراه حلی داره غوطه میخوره و دور خودش میچرخه. مشکلات اقتصادی مردم، مسائل معیشتی، هیچ راه حلی در این رژیم ندارن. اینم که چیز روشنیه. قالیباف و شرکا هم اینه خیلی خوب از این قضیه خبر دارن. در عرصه بین المللی در یک گرداب گرفتار شدن، دارن گیج بخورن. راه فراری هم به جز دادن هزینه های کلان واقعا ندارن، هزینه های حیاتی ندارن. در سیاست خارجی هیچ دوستی به جز این گروه های نیابتی رو نمیتونن بهش اعتماد بکنن، هیچ کس باشون دوست نیست. که اونا هم این گروه های نیابتی هم که زیر ضرب هستن و دوامی پیدا نخواهند کرد. شرق و غرب هم از هر طرف دارن فشار میارن به رژیم و اونو بر سر یه دوراهی انتخاب سخت قرار دادن. جنگ افروزی در منطقه به تناب دارشون تبدیل شده و طرف مقابل به سختی سعی میکنه اونا رو به یک جنگ مستقیم که توانش رو ندارن بکشونه. تو این ورطه غیر از رجزخانی و تهدیدات تو خالی هم کاری از دستشون ساخته نیست و دیدیم. پس اگه قالیباف میاد و میگه در جامعه ما احتیاج به امید داریم، این سوت در تاریکیه، چون اینا خودشون بودن که امید رو در جامعه کشتند، مردم رو به این روز انداختن. حالا با چه وسیله‌ای میخوان امید ایجاد کنن؟ خود قالیباف هم چنین اعتقادی نداره و داره هزیون میگه. به نظر من رئیس جمهور پریشان و مضحک آخوندها هم که وقتی از وفاق صحبت میکنه میدونه که کسی اونو جدی نمیگیره، کما اینکه داریم میبینیم که هنوز نیومده، مسخره خاص و عام شده، چه در داخل و چه در درون رژیم و چه در داخل کشور و چه در خارج. همه حرفاشو به عنوان جوک نگاه میکنن. حالا همشون در درون خودشون به این کلمه مسخره وفاق چسبیدن، اما میدونن که هیچ محلی از اعراب نداره. مردم در این فضا نیستند و حرفایی که پزشکیان میزنه بیشتر به جوک گفتن شبیه هست و جدی نیست. میخواد خودشو به کلی کنار بکشه. به همین دلیل مرتب میگه من بلد نیستم، کاری نیستم، تا احتمالا در آینده خامنه ای نتونه همه چیز رو رو سرش خراب بکنه. بله. آقای پاکنژاد، همین که اشاره کردیم پزشکیان یک کنفرانس مطبوعاتی داشت
بعدش شاهد هستیم که حملاتی شد به پزشکیان به خاطر همین کنفرانسش. این میزان حملات رو چطوری میشه توضیح داد؟ این صحنه اصلی تضادهای انباشته شده در رژیم مجلس آخونداست. الان با این نهیب ولی فقیه و تا اندازه هم آگاه بودن از فلاکت نظام، شعله این انتخابات زیاد بالا نگرفته. این همراهی ظاهری هم که قالیباف با پزشکیان نشون میده، البته با شرط و شروط، دقیقا از همین ضرورت ناشی میشه. وگرنه قالیباف حتی اطمینان نداره که سالی دیگه رئیس مجلس باقی میمونه یا نه. اختلافات گذشته با این سینوشاکان ولایت در مجلس همچنان در سر جای خودشون هستن، در هر پیچی میتونه شعله ور بشه. پزشکیان هم که جرأت برخورد با اونا رو نداره، در مقابلشون کرنش میکنه. در مصاحبه مطبوعاتی، واقعا این مصاحبه مطبوعاتی پزشکیان، اگر شرایط خراب رژیم نبود یا حتی وضعیت قبل از نمایش انتخابات رژیم حاکم بود، الان همین مصاحبه میتونست به سوژه بزرگی تبدیل بشه که اونو حتی برکنار کنه. اما الان کمتر جلوش وای میسن، یعنی جلوش کمتر وای میسن، چون میدونن طاقت تضادهای حاد رو نداره. این مجموعا این مصاحبه به طور واقعی نهایت بیهودگی و بیبرنامگی پزشکیان رو نشون داد. همه چیز رو با لودگی و مسخرگی جواب داد، حاضرین رو میخندوند در حالی که مردم در زجر و فقر و فلاکت به سر میبرن و زمین هم زیر پای رژیم داره میلرزه. با دروغ و حق بازی مخصوص به خودش به کوچه علیب چپ میزنه خودشو که گویا خبر از اوضاع جاری و مخصوصا سرکوب زنان و دختران، دانشجوان و تظاهرات بازنشستگان، نفتگران و اقشار دیگه یه جوری بانو میدونگوان که اطلاع نداره، همش سوال میکنه مگه این جوریه. اما روی اقداماتی که قراره بکنه، مثلا مثل گران کردن مایحتاج مردم، مثل نان و بنزین و این حرفایی که الان مطرحه، سیاست هایی که باید برای حل مشکلات عمومی پیدا بکنه، هیچ راه حل عملی رو از خودش نشون نداده. معنی حرفاش این بود که مردم باید دوباره همه هزینه های اینها رو بدن و صدای باندها رو هم حتی در همین مورد در آورده که تا چه اندازه داره با وقاحت صحبت میکنه. باندهای مختلفش هم علیرغم اینکه میدونن اهل مخالفت با ولی فقیه نیست پزشکیان، اما چاره‌ای ندارن بجز اینکه اول بالش رو بچینن تا حرفای ضد ارزش‌های نظام نزنه، مثلا نیاد رو به حجاب اجباری چیزی بگه، و دور اون رفرم و ادعاهای تبلیغاتی قبلیشو خط بکشه، دست از پا خطا نکنه، در قالب شوخی با اصل ولایت فقیه در نیفته و بعدم بهش گوشزد کنن که این نظام تغییر پذیر نیست و حرفای پزشکیان باعث میشه که نظام در مقابل مردم تضعیف بشه. اگر کوچکترین راه حلی داشت میتونست تو این مصاحبه ارائه بده به طور جدی که منافع باندها رو تهدید نکنه، ممکن بود که مورد توجه اینا هم قرار بگیره و حمایت های اون رو هم جلب کنه، اما از این خبرها نبود. باندهای رقیب هم با دست باز به این شعار وفاق که در اصل وفاق باندی خودشون در برابر مردم هست هم حمله کردن و الان هم دارن میکنه. بله، با تشکر بسیار از وقتی که گذاشتید و توضیحاتی که برای بینندگان دادید. موفق باشید. منم از شما تشکر میکنم. موفق و پیروز باشید.